سلام بچه ها، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز میخوایم در رابطه با این صحبت بکنیم که آیا هوش مصنوعی که توی سال 2023 انقدر سر صدا کرده، آیا میخواد جایگزین برنامه نویسا بشه یا نه. با من همراه باشید توی این ویدیو. 100% میخوام در رابطه با این قضیه مفصل صحبت کنم. نمیدونم اگه یادتون بیاد زمانی که شاپیفای اومد، اسکوئرسپیس اومد، یا آدوبی میوز اومد، دریم ویور اومد، یا یه همچین تولز هایی اومد برای برنامه نویسا، یا اونایی که اصلا برنامه نویسی بلد نبودن، همه فکر میکردن که دیگه باید برنامه نویس گذاشت کنار. من که آموزش برنامه نویسی یه چیزی در حدود 10 سال دارم میدم، این همیشه تو گوشم بوده که چرا من برم برنامه نویسی یاد بگیرم وقتی که یه همچین ابزارهایی هستن، مثل درگ اند دراپ هست، مثل فوتوشاپ هست، یا مثل نمیدونم آدوبی میوز هست، که اصلا این اپلیکیشن کلن ریداندنت شد، یعنی اصلا کلن رفت. یا اینکه چرا برم برنامه نویسی یاد بگیرم وقتی که اسکوئرسپیس هست یا شاپیفای هست. با این چیزا خودمون همیشه سر خودمون هم شیره مالیدیم، ولی برنامه نویسی تنها همه چیز نیست. میدونی چی میگم؟ هیچ موقع اینجوری نیست که شما توی شرکتی کار بکنید، من به عنوان تکنیکال لید رئیس میدونه من دارم چی کار میکنم، چون خودش نالج برنامه نویسی داره. میدونی یعنی چی؟ یعنی مثلا خودش میدونه کی داره پشت صحنه چقدر کار میکنه. اما رؤسایی هستن که همیشه نالج برنامه نویسی ندارن. خب اصلا نمیدونن برنامه نویسی چیه، فقط میدونن که یه سری آدم اونجا نشستن دارن پشت کامپیوتر کد میزنن. بعضیشون اینجوری فکر میکنن که ما با کامپیوتر صحبت میکنیم، کامپیوتر به ما وبسایت تحویل میده. فکر نمیکنن که دیگه چقدر پدرمون در میاد و چشممون خسته میشه، مغزمون درد میگیره تا بتونیم یک اپلیکیشن درست بکنیم. چقدر برانچ هست، برنامه نویسی موبایل، برنامه نویسی وب، برنامه نویسی نمیدونم دسکتاپ. ولی همه رؤسا فکر نمیکنن که برنامه نویسی همینجوری. هیچ موقع نمیان به شما بگن که بیا جلو، من میخوام به همه معرفت کنم که تو همه کارا رو انجام دادی، چون که محصول مهمه. من چند سال پیشم گفتم محصول، اون پول درآوردن، که چقدر بتونید از این رشته پول در بیارید مهمه. شما با برنامه نویسی خالی بدونی که محصولی رو تولید بکنید هیچ جا نمیتونید برید. محصولتون که وقتی باگا رو برطرف میکنید، وقتی یو آی خوشگلی دارید، وقتی قشنگ کار میکنه، اون محصول وقتی پول در میاره به شما حقوق میدن. اینجوری نیستش که مثلا شما میایید برنامه نویسی میکنید، میگید که حالا من یه چیز درست میکنم، میدونید رئیس به من پول میده. اینجوری نیست. مثل یک آشپزی میمونه. آشپز وقتی غذا بلد باشه، اگه نره بپزه و اون غذا فروش نره، خب رستوران چی میشه؟ ورشکسته میشه. و اون محصول مهمه، محصولتون مهمه. اون زبان، اون فریمورک ها، اون 100,000 تا فریمورک من بخوام یاد بگیرم، اون ریاکت یاد بگیرم یا ویو یاد بگیرم یا لاراول یاد بگیرم یا جنگو یاد بگیرم، اینا قضیه مهم نیست. مهم اینه که شما بتونید چه محصولی رو درست بکنید در آینده و از اون محصول بتونید پول در بیارید. الان من برای یه شرکتی کار میکنم که تازه داره مشتری پیدا میکنه و اگر نتونه محصولشو به مشتری بفروشه، خب خیلی راحت ورشکسته میشه و همه ما مجبوریم بریم، یه کمپانی دیگه. ولی برنامه نویسی چیزی نیست که شما بخواید تا آخر عمر انجام بدید. برای چی؟ برای اینکه برنامه نویسی خیلی کار سختیه. من الان چندین سال تو این کار هستم. شما فکر میکنید که حالا من میرم پشت میز میشینم، یا اونایی که برنامه نویسن میرن پشت میز میشینن، خیلی راحت کارشون انجام میدن میان خونه. نه، پشت میز نشستن هم داریم تا پشت میز نشستن. یه نفر هست که میره اونجا مایکروسافت یه نامه مینویسه، تموم میشه میره، یا با اکسل کار میکنه یا منشیه. ولی ما باید پرابلم رو سولو بکنیم، یعنی باید مشکل رو برطرف بکنیم. وقتی مشکل رو برطرف نکنیم کارمون نمیره جلو و این محصول هرچی بزرگتر میشه، کد بیس همون بیشتر میشه. بعضی موقع هستی که ما سرگیجه میگیریم. من خودم الان این پروژه رو که خودم ساختم 90%شو، بعضی موقع نمیدونم، الان یادم رفته نمیدونم چه کدی رو کجا نوشتم، چی رو کجا نوشتم، انقدر که اینا زیاد شده. حالا این استارتاپه و هرچی برای کمپانی بزرگتر کار میکنید و جلوتر میرید، دست زدن به کدها خب خیلی سخت‌تر میشه، خیلی خطرناک‌تر میشه. چون اگر یک فیچری رو بسازید، کدهای قدیمی رو دستکاری بکنید، حتی اگر تایپش رو دستکاری بکنید، ممکنه باعث بشه که یه باگی پیش بیاد و همه بگن که خب شما اینو خراب کردی، باید اینو درستش بکنید. مخصوصا برای فاینانشال اینستیتوشنز، یعنی بانک ها، شما نمیتونید بک اند بانک رو انقدر انگولک بکنید.
پس خیلی کار سختی برنامه نویسی و کاری نیستش که حالا نه تنها انسان با این مغز فوق‌العاده پیشرفته است، با این اکسپریانس یا این تجربه 10-15 سال 20 سال، ما هنوز بعضی از اون آرکیتکچر ها یعنی بعضی از اون معماری نرم افزار رو خودمون نمیتونیم اجرا بکنیم، چه برسه AI بتونه اجرا بکنه. همونجوری که دیدید هوش مصنوعی خیلی با سرعت داره میره جلو، یعنی گفتم یکی از کارهایی که میتونه انجام بده اینه که میتونه خودش رو آموزش بده. ولی فرض بکنید که شما دوربین هایی دارید که حالا توی چین هستش یا توی ایران هستش که مردم کنترل میکنن، پلاک ماشین میخونن، قیافه مردم رو تشخیص میدن، اتوماتیکه دیگه، درسته؟ ولی این دوربینا بدون اینکه کسی پشت این دوربینا بشینه و این دوربینا رو نگاه بکنه و گزارش بده، این دوربینا نمیتونن کاری انجام بدن. یعنی باید حتما یک نفر پشت این کامپیوتر یا پشت این مانیتور بشینه، وقتی AI هوش مصنوعی ریپورت میکنه میگه این مثلا سمت راست رفت، شما اون رو ریویو میکنید و بعد میتونید به طرف مثلا طرفو جریمه بکنید یا نمیدونم پلاکشو در بیارید یا قیافه‌شو در بیارید، شماره‌شو در بیارید، کارهای بعدیش رو شما دارید انجام میدید. میتونید خیلی از کارها رو اوتومیت بکنید. این کلمه رو توجه بکنید، اوتومیت. اوتومیت کردن یعنی چی؟ یعنی کامپیوتر بهترین وسیله هست که شما میتونید برای شما همه چیز رو اتوماتیک کنه، اوتومیت کنه. یعنی فرض بگیرید که کار، روند کار شما در روز اینه که بشینید پشت میز یه مشکلی رو حل بکنید و بعد بیاید خونه. میتونید اینو اتومات بکنید. میتونید مثلا کاری که انجام میدید که میشید پشت کامپیوتر به جیران نگاه میکنید، مشکلی که نگاه کردید سعی میکنید مشکل رو برطرف کنید، آیدی تون رو باز میکنید، میرید داخل کد و بعد میفهمید مشکل چیه. در آینده AI قادر به این کار خواهد بود، یعنی این کار رو میتونه انجام بده با مثلا محصولی که شما دارید اینجا میبینید مثل جمنای و اینا، ولی این در حال حاضر انجام شدنی نیست. تو این چند سال حتما باید انسان ها باشن پشت کامپیوتر نشسته باشن، پشت مانیتور نشسته باشن که بتونن از این ابزار استفاده کنن. AI هم مثل تمام وسیله‌های دیگه یک ابزاری، یه وسیله‌ای است که ما میتونیم ازش استفاده بکنیم. شما فکر می‌کنید برنامه‌نویسا خودشون که هوش مصنوعی درست می‌کنن کاری نمی‌کنن که خودشون رو از دور بازار خط بزنن یا ریداندنت کنن؟ بنابراین AI خیلی میتونه کمک کنه، ولی حداقل الان تا چند سالی طول میکشه که بتونه جایگزین برنامه نویسه، حداقل برنامه نویسه جونیور بشه، چون کارهای آرکیتکچر که من میبینم اصلا نمیتونه انجام بده. و حالا شما ChatGPT رو دارین، دیپ مایند رو دارید، اینا چند سالی طول میکشه. همیشه این قضیه بوده که آیا این چیزی، این وسیله بیاد کار من از بین میره. مثلا الان من دوربین دارم و دارم از خودم فیلم میگیرم، ولی این منو عکاس نمیکنه، ویدیوگرافر نمیکنه یا سینماتوگرافر نمیکنه. یعنی چی؟ یعنی بعد این اسکیلا رو من یاد بگیرم. عکاس میدونه مثلا رول آف تر چیه، من باید اینجا بشینم مثلا فیلم بگیرم، وسط مثلا کجاست، مثلا چجوری سینماتیک شات بگیره، چجوری اکسپوژر رو تنظیم بکنه، وایت بالانس رو تنظیم بکنه، اپرچر رو تنظیم بکنه، ISO رو تنظیم بکنه. اینا رو همه رو باید شما یاد بگیرید. درسته کامرا اوتو داره، گزینه آتو داره، ولی بازم میبینید که آتو نمیتونه این کار انجام بده، با اینکه دوربین چندین سال تو بازار هست و بدترین ریزالت، بدترین نتیجه رو همین گزینه آتو توی دوربین داره میده. AI هم همینه، میتونه وسیله باشه که ما رو کمک بکنه، استارتینگ پوینت بکنه. مثلا من میخوام الان یک فیچری درست بکنم، نمیدونم از کجا شروع بکنم، AI به من میتونه بگه که این کار شروع بکن، نقطه شروع رو به من بده. و این ابزارها رو الان دارید شما میبینید، مثل کوپایلت، مثل جت برینز AI، اینا داخل IDE اومده، نه اومده جایگزین IDE بشه، داره فایلاتون رو میبینه و اینا جایگزین IDE نشده، بنابراین اومده که به ما کمک بکنه و خیلی کارمون رو راحت‌تر کرده. به نظر من کار منو مثلا خیلی راحت‌تر کرده. بعضی موقع میبینید که گیجتون میکنه، ولی جایگزین برنامه نویسا نمیشه. این شبکه‌هایی رو که به شما میگن که AI میخواد جایگزین برنامه نویسا بشه، اینا رو همه رو ایگنور بکنید. من دارم از الان بهتون میگم، چون این یوتیوبرها معمولا میخوان این کار رو انجام بدن که پول در بیارن، کلیک بیت دارن که مثلا شما کلیک بکنید. من هیچ موقع همچین ویدیویی نساختم، یه ویدیو دروغی نساختم تا حالا به شما که به شما بگم که آره این AI جایگزین برنامه نویسا میشه، کلیک کنید که به من بیشتر پول بدید. نه، دروغ پراکنده نمیکنم اینجا، یا انگلیسی هم میگن scaremongering نمی کنم. چرا؟ چون بعضی هستن که فقط میان بترسونن آدم ها که شما رو از پیشرفتتون یا از کاری که میخواین انجام بدید جلوگیری کنن. پس اینا رو اصلا قبول نکنید و فکر نکنید که ما حالا 40 سال هم میخواییم برنامه نویسی کنیم. نه، اینجوری نیست. من که دیگه 60 سالگی 70 سالگی نمیخوام برنامه نویسی کنم. میدونی چی میگم؟ پس باید یه
چیزی رو در نظر خودتون بگیرید، یه محصولی رو بسازید، یک شرکتی واسه خودتون بزنید، یک کاری برای خودتون انجام بدید و خودتون رو بکشید بالا. و همه چیز موقتیه، نمیگم همه چی دائمیه، برنامه نویسم جزء همین است. گفتم زندگی دوست دختر میگید موقتیه، پدر مادر موقتیه، خودتون موقتی، بچه‌هاتون یه موقع زندگی میکنن باهاتون موقتیه، بنابراین همه چی موقتیه، برنامه نویسی هم همین جوریه. ولی تو اون موقعی که تو برنامه نویسی هستید باید سعی بکنید که از ابزارا به نحو احسن استفاده بکنید و این ابزارا بهتون کمک میکنه. کسی جایگزین کسی دیگه ای نشده. حالا یکی میگه AI میخواد جایگزین کارگرای رستوران بشه، AI میخواد جایگزین اونی که میخواد موهاتون رو کوتاه کنه بشه، نه، اینا همش چند سال طول میکشه و اینا حالا انجام نمیشه و ما حداقل تا اون موقعی که ما زنده هستیم این چیزا اتفاق نخواهد افتاد، یک چندین سال طول خواهد کشید و انقدر سرعت سری نیستش که بخواد همچین اتفاقی بیفته. و به کارتون ادامه بدید، برنامه نویسی یاد بگیرید، رشته‌ای هستش که ازش هوش مصنوعی درست شده، یعنی اصلا این برنامه نویسی و ماشین لرنینگ و دیتا ساینتیست از اینا هوش مصنوعی درست شده. بنابراین هوش مصنوعی نمیاد خودش چیزشو بکشه، میدونی چی میگم بهتون، خود کاری که باهاش انجام میدادن رو بکشه. بنابراین حواستون باشه گول شبکه‌های یوتیوب و اینا رو نخورید. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. همتون تو ویدیو بعدی میبینم. یادتون نره به ما سابسکرایب کنین. فعلا خداحافظ.